وقتی ما شروع میکنیم به کلاس رفتن، ورکشاپ شرکت کردن، مشاوره گرفتن و روی خودمون کار کردن و خودشناسی کردن، کم کم شروع میکنیم اقتدارمون رو زندگی کردن. یعنی اونجایی که باید نبگیم نمیگیم، در نتیجه اطرافیان یه تغییر بزرگی رو توی ما میبینن و اون موقع است که به ما میگن تو عوض شدی، تو عوض شدی. گاهی اوقات این عوض شدن ما رو هم میترسونه و به خاطر همین فکر میکنیم آره عوض شدم، برای همین بهتره که برگردم به الگوی قبلی و اگر میگم نه اشکالی نداره این دفعه بگم آره. ببینید، واقعیت اینه که ما خودمون باید بپذیریم که عوض شدن اشکالی نداره. خب معلومه شما ساعتهای طولانی نشستین، وقت گذاشتین، از صبح زود بیدار شدین، توی کلاس شرکت کردین، 7-8-10 ساعت نشستین و تمرین کردین، هزینه مالی کردین، زخمای کهنه‌تون رو باز کردین، دوباره دردتون گرفته، دوباره باش اشک ریختین. خب طبیعیه که رشد میکنید، تغییر میکنید، ارزش قائل بشین برای این تغییر کردنتون. اگر شما قرار باشه بعد از این پروسه هایی که میرین دوباره همون کسی که هستید باشید، خب چه فایده ای داره این کلاس ها و این خودشناسی کردن ها؟ مهم اینه که ما بتونیم الگوهامون رو در جهت درست تغییر بدیم و این همون نتیجه ای هست که اطرافیان میبینن. اگه خودمون با این تغییرمون راضی و خوشحال باشیم، بقیه هم در پذیرش خواهند.